بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درباره کسی که به چیزی در آن ذکر الله یا قرآن یا رسول صلی الله علیه و سلم شوخی می نماید. کسی به الله یا به آیات های کونی یا شرعی او یا به رسولش مسخره و استهزا کند، کافری کفر اکبر می شود، زیرا نفی کردن استهزا برای ایمان نفی کننده بزرگ است و دو نوع کفر است. یکم کفر معارضت، یعنی کفر مخالفت. دوم کفر اعراض. کفر معارضت یعنی کفر مخالفت و این بزرگتر و سختر است، مثل کفر ابو جهل و ابو لهب. دوم کفر اعراض در دین الله داخل نمی شود و از آن من نمی کند و ضد آن نمی جنگد و استهزا کننده کافری کفر مخالفت است، پس آن بزرگتر از کسی است که تنها برای بود سجده می کند و این مسئله خیلی خطرناک است. پس بسیار کلمه است که صاحبش را در بلا می ماند، بلکه هلاک می کند و او احساس نمی کند. گاه انسان سخنی می گوید که از آن غضب الله می آید، به آن اندیشه نمی کند، او را در آتش می اندازد. پس کسی به نماز و اگر نفل هم باشد مسخره کند، یا به زکات یا به روزه یا به حج، پس وای به اجماع مسلمانان کافر است. اینچنین کسی است به آیات های کونی استهزا کند، مثلا بگوید وجود گرمی در روزهای زمستان از بیعقلی است، یا گوید وجود سرما در روزهای تابستان از بیعقلی است، پس این کفر از دایره اسلام خارج کننده است، زیرا همه فعلهای پروردگار بر حکمت بنا یافته است و گاه ها حکمت آن را درک کرده نمی توانیم، بلکه به درک آن رسیده نمی توانیم. اکنون چنین انسان ها توبه اش قبول نمی شود و او را سلطان نمی کشد و بر او نماز جنازه خوانده نمی شود و برای او دعای رحمت کرده نمی شود و در جای دور از قبرستان مسلمانان دفن کرده می شود. و اگرچه گوید که توبه کرده است، زیرا این ردت است که امر آن بزرگ و کلان است، در آن توبه فایده نمی دهد. دوم توبه اش با شرط ها قبول می شود. یکم صدق توبه اش را دانیم. دوم بر الله ثنا گوید. سوم از آن چی که گفت بیزاری جوید. لیکن دشنام دهنده پیامبر صلی الله علیه و سلم را توبه اش قبول کرده می شود و بر سلطان برای حق او صلی الله علیه و سلم واجب است که او را بکشد. هرگاه کشته شد او را می شویم و کفن می کنیم و بر او نماز می خونیم و با مسلمانان او را دفن می کنیم. دلیل یکم الله سبحانه و تعالی فرمود و ای پیامبر، اگر از آنها بپرسی چرا چنین کردید، هر آینه می گویند ما حرف می زنیم، شوخی و بازی می کردیم. دوم از ابن عمر، محمد ابن کعب، زید ابن اسلم و قتاده روایت است که مرد در غزوه تبوک گفت ما از این قاریان قرآن شکم پرستر، دروغگوتر و بزدلتر در جنگ ندیدیم. عوف به او گفت دروغ گفتی و تو منافق هستی و آنچه گفتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر می دهم. عوف رفت که به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دهد، دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به واسطه وحی خبردار شده است. آن مرد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، ایشان بر شتر خود سوار شده بود و قصد حرکت کردن را داشت. گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما با هم شوخی میکردیم تا مشقت راه را کم کنیم و مقصدی دیگری نداشتیم. ابن عمر رضی الله عنه میگوید گویا من همکنون آمد را میبینم که بر ریسمان کجاوه شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم چسبیده و کشان کشان میرفت و سنگ ها به قدم هایش میزد و معذرت خواهی میکرد و میگفت جز این نیست که ما شوخی و بازی میکردیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند
آیا به الله و آیتهای او و پیامبر او مسخره میکرده؟ سوره توبه آیت 65. به او اهمیت نمیداد، فقط همین آیت را تکرار میکرد. فرمودند که قاریان ما، یعنی مقصد به آنها پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش بود و دروغ گفت، قسم به الله. فرمود لیکن تو منافق هستی، یعنی به این دانسته شد که کسی صحابگان را دشنام دهد کافر می شود، زیرا در آنها تعنه زدن به الله و در دین الله و در رسول صلی الله علیه و سلم است. و فرمود که بر اسمان، یعنی بندی که به آن بار بسته می شود. و فرمود که تنکو بو رجلیهی، یعنی قدمهایش را می زد. اکنون فایده های این حدیث: یکم، بیان اسم الله به آن چیزی که می شود، پس الله آن چرا که هست و به زودی می شود می داند. دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن چیزی که الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد حکم میکند. سوم، خندیدن به الله و آیتهای او و رسول او از بزرگترین کفر است. چهارم، به الله ریشخند زننده کافر می شود. پنجم، استعمال سختگیری در محلش. ششم، قبول توبه مسخره کننده به شرطهایش. اکنون بعضی از تنبیه ها که یکم، کسی که در دشنام دادن حاضر می شود مانند کسی است که دشنام می دهد، مگر در صورتی که انکار کند یا از آنجا برود. الله سبحانه و تعالی فرمود و الله در قرآن این حکم را بر شما نازل کرده که چون شنیدید شخصان آیتهای الله را انکار میکنند و آن را مسخره میکنند، با آنان ننشینید تا به سخن دیگر بپردازند. دوم، از ذکر قرآن و حدیث دور باش تا مردم را بخندانی و در وقت ذکر این دو ترسان باش. سوم، هرگاه سخن احتمال دشنام را داشته باشد، گویندهش را آگاه میسازیم، پس اگر توبه کند وگرنه او مسخره کننده است. چهارم، از خودبینی و غرور حذر کردن، زیرا حسنه گاه داخل جنت میکند و بدی گاه داخل دوزخ میسازد. پس این مرد با پیامبر صلی الله علیه و سلم به تبوک برآمد، سپس از او حاصل شد اون چیزی که حاصل شد. مسئله های این موضوع: یکم، مسئله خیلی بزرگ این که کسی به این، یعنی به الله و با آیتهای او و به رسولش شوخی کند کافر می شود. دوم، البته این تفسیر آن است در حق کسی که چنین میکند، فرق ندارد که گوینده کیست، منافق باشد یا غیر منافق. سوم، فرق بین سخنچینی و نصیحتی که برای الله و رسولش باشد و با آن احترام شعائر الله قصد می شود. چهارم، فرق بین عوفی که الله آن را دوست می دارد، عوفی که در آن اصلاح است، و بین سختگیری بر دشمنان الله، لیکن گاه استفاده بردن نرمی به خاطر دعوت و جلب دل خوب می باشد. پنجم، بعضی عذرها قابل قبول نیست اگر دانسته شود که آن باطل است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.